نمودار درختی عدد آ به صورت زیر است. آ برابر با کدام عدد می تواند باشد؟ ببین تو باید همه این عددا رو تجزیه کنی. اگه تجزیه کنی میبینی 36، من برم صاف سر اصل مطلب، 36 اگه تجزیه بکنی اینجا بذار 36 میشه 2 تا 18 تا، 18 میشه 2 تا 9 تا و 9 هم میشه 3 تا 3 تا. خب جواب میشه گزینه شماره 4. اما از کجا فهمیدیم؟ به خاطر اینکه وقتی 36 رو تجزیه میکنی میتونی بنویسی 2 ضرب، حالا به هر شکلی که تجزیه بکنی، 2 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 3، 4 تا 4 تا جا خالی رو میتونی پر کنی. اینجا هم 4 تا جا خالی عدد اول، این جا خالی، این جا خالی، این جا خالی و این جا خالی، حلقه آخرت میشه 4 تا عدد اول. و از اینجا میفهمیم که عددی که مد نظر سوال عدد 36ه. مثلا یه مثال بزنم بعد دیگه بریم سراغ سوال بعدی. 27 اگه تجزیه بکنی میشه 3 ضرب در 3 ضرب در 3. در واقع 3 تا فقط عدد اولو میتونه تو این حلقه آخر پر کنه، یعنی 4 تا رو پر نمیکنه. پس جواب میشه گزینه شماره 4، یعنی عدد 36.